آنکش که نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اون شخصی که نادانی خود را تشخیص نمیده او علاج نمیشه، او فکر میکند که من خوب میکنم. قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. تمام ساو تلاشانها برباد در حياة الدنيا، لكن چطور بدبختن؟ وهم يحسبون انهم يحسنون سنون. عائشه را تهمت میزنن، ابو بکر را ناسزا میگن و لعنت میگن. اینا فکر میکنه این برای اینا خیلی، برای حل مشکلات نعوذ بالله بر شیخ لعنت میگن. ای بیچاره، لعنت هم حل مشکلات میدونه. چه خدای کریمیه، تجربیات اینا ثابت کرده وقتی نعوذ بالله لعنت رو گرفتم دیگه خدا میده، پول هم میده، ماشین هم میده، پست هم میده، ریاست هم میده. در آخرین مشکل که گیر کنن نعوذ بالله میگن لعنتی بر شیخین بپرستید، مشکل شما حل میشه. این چیه؟ کی را لعنت میکنی بیچاره؟ تو کی را لعنت میکنی؟ تو کسی را لعنت میکنی که در آغوش محمد رسول الله هست؟ تو کسی را لعنت میکنی که لباس رسول الله هست؟ یک شقی در سخنرانی میگه تنز میگن امهات المؤمنین ما از این مادر بیزاری. گفتم تو ایمان نداری، او مادر مؤمنینه. کسی که از مادرش بیزار میشه او درست میگه؟ تو مؤمنی اگر بودی تو به همین آیه اکتفا میکردی. سبحان پاکی توی ربا مگر هادا بهتان عظیم. این بهتان بسیار بزرگی، تو که پاکی بله هذا بهتان عظیم، این بهتان بسیار بزرگ. الله تعالی میگه چرا اینطور نگفتی؟ به اونهایی که ساکت میکن، اونهایی که سر را پایین میگرفتن، مادر شما را تهمت میزنن، مادر شما را مردم گفتن یا مادر گفته که من مادرم، شما باور کردید؟ عایشه را من گفتم مادر، چرا باور بکنم؟ عایشه را الله گفته و ازواجه امهات المؤمنین. من کسی را مادر گفتم، مادر شما را ناسزا میگن، شما که صدر داشتی سکوت کردی؟ عایشه مادر ابوبکر صدیق، از یک طرف فرزنده و از یک طرف مادر است. مادر شما را بد میگن، مگر شما را میگن خیلی مرد خوبی هستی. بله نعوذ بالله، میگن مادرت بد، پدرت بد، و تو خودت خیلی مرد شدی. یعنی اون میگه چه فرزند بی غیرتی باشه که مادرش را بد میگن، پدرش را بد میگن، و اون دیگه میگه که من صحه صدر دارم، من با شما خوب برخورد. کسانی که مادر مؤمنین را، امهات المؤمنین را بد میگه، اونها مرتکب بزرگترین عذاب خواهند شد. هذا سبحانك هذا بهتان عظیم. تو پاکی ربا، پاکی که از آن تو هست، تو از تمام آلایش ها پاک، مگه این بهتان عظیم است بر صدیقه طاهره محبوبه رسول الله، محبوبه رسول الله. این طورت بگین که مادر عایشه دور کننده غمها و فشارهای رسول الله بود. گاهی که غمها بر رنگ رسول الله مستولی می شدن، حضرت می فرمودن کلمینی یا همیرا
کلمینی یا حمیرا، حمیرا مهمن کلام کن، من محبوب هستم، محبوب رسول الله، محبوب رب العالمین. شما هر که همی زدن سکون کرده، محبوب رب العالمین را، لباس رسول الله، لباس زیبای رسول الله را بد میگن، شما دیگه نگاه میکنید و لبخند میزنید. هذا بهتان عظیم. الله یعظکم الله، شما را الله دارد نصیحت میکند بر مستقبل، نصیحت میکند که دیگه عود نکنید لمثل هذا ابدا، فردا یک خاتون دیگر یا همین خاتون را. سبحان الله، خدای دانا میدهد، همه ما را خدا نصیحت میکند. ببینی هماهنگ نشید با خبیثه ها. یعظکم الله، خدا شما را نصیحت میکند که آب نکنید لمثلهی ابدا، همیشه از طرف مادرتون دفاع کنید. الله تعالی میداند که انسان های دلیل پیدا میشن بر این ساحت مقدسه لب میگوشاید. الله تعالی فرمود باید دافع باش. خدا شما را نصیحت میکند که دیگه عود نکنید لمثل هذا ابدا، دیگه دو مرتبه عود کنید و حرفی بزنید. این نصیحت را خدا شما را میکند. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنید و حرف خدا را قبول دارید، قرآن خدا را قبول دارید، پیغمبر خدا را قبول دارید، حرف خدا را قبول دارید، مادر شما یا عایشه خدا گفته است، نگذاری در ساعت مادر شما کسی لب تکان بدهد. اگر واقعا شما مؤمنید، مادر شما را لب گفته سکوت کردید. من گفته بودم ازواج و امهات المؤمنین، شما مؤمنید، مادر شما را مردم بد میگه، شما دیگه سر پایین میارید که بله حلیمی بردباری سعه سر داری. و من به شما گفتم که باید دفاع کنید. یبین الله لکم الآیات. بعد از نزول برائت حضرت صدیقه تبیین می کند خدا برای شما آیات را، احکام را، دستورات را. والله علیم حکیم، الله تعالی دانا هست، علیم حکیم. لازم خدا برای شما بیان کرد که ببینید دو مرتبه از مادرتون دفاع کنید. هر که مادر شما را تهمت زد سکوت نکنید. این نصیحت را خدا به شما میکنه. خدایی که هم علیم است و حکیم است میداند چی میشه، گذشته و حال و آینده را برابر میداند. حکمت های بالغه خدا تقاضا میکند که شما را نصیحت کند و پاکی عایشه را برای شما بیان کند که دیگر تا قیام قیامت دافع این صدیقه باشد. این محبوبه رسول الله است. همان اندازه که منافقین با رسول علیه السلام عداوت داشتند، با فدائیان رسول الله، جان کفان در مسیر حق و حامیان رسول الله و ناصران دین رسول الله همینقدر عداوت داشتند، با عایشه عداوت داشتند، با صدیق اکبر عداوت داشتند، با فاروق اعظم عداوت داشتند، با عثمان غنی عداوت داشتند، با حیدر کرران عداوت داشتند، با حسن و حسین هم عداوت داشتند. لذا الله تعالی شما را نصیحت میکند، توصیه میکند. او علیم است، او حکیم است.
ببینید از حامیان و ناصران رسول الله، حامیان و ناصران دین رسول الله شما باید دفاع کنید.